و اما خطای متکلمین در بحث حدوث و قدم عالم ناشی از ای امر که اونا مقوله زمانو امری میدونن مستقل از جهان مادی و ظرفی میدونن که انگو جهان در او قرار داره و ای خطای معرفتی است، زیرا جهان زایده زمان نیست بلکه زمان زایده جهان و بعدی از ابعاد اون است. پیش از خلقت ای جهان زمانی وجود نداشته، فلذا ای سوال که جهان در چه زمانی خلق شده اصولاً سوالی نادرست و بی‌معناست. شما در ظل حرکت جوهری خود چی با سخی برای معضل حدوث و قدم عالم دارید؟ اولا در پاسخ به اشکال فلاسفه عرض میکنم از اونجایی که ذره ذره جهان لحظه به لحظه در خلق و حدوثه، لذا مجموعه جهان مادی هم که حکمی جز حکم اجزای اونو نداره در خلق و حدوث مستمر است. در پاسخ به اشکال متکلمینم باید گفت تلاش برای یافتن نقطه آغاز زمانی برای پیدایش جهان کاری بیهوده و خطاست، زیرا مجموع جهان هویتی مستقل از اجزای اون ندارد و همه اجزای جهانم به حکم حرکت جوهری هر لحظه در حدوث و آغازند. ای درست که مجموع اجزای جهان نیز به تبع از یک به یک اجزا حادثه است، اما برای اون نقطه آغاز زمانی نمی‌شود یافت، زیرا زمان نیز خود یکی از اجزای مجموع جهان است، حقیقتی نه عینی بلکه ذهنی که ذهن ما آن را از لیل و نهار و گذر شب و روز استنتاج می‌کند. البته به نظر بنده تعمق زیاده می خواهد تا مفهوم زمان به آن معنا که جناب ملا صدرالدین محمد توصیف کردند جایگزین ذهن شود. گویا این که نامانوس بودن نظر ایشان در این باب بیشتر به جهت انسی باشد که ذهن ما با مفهوم شایع و رایج زمان دارد، به عنوان چیزی که خواه جهان باشد و خواه نباشد وجود دارد که البته از نظر ایشان ناممکن است. پس به مردک گفتی درد زایمون خواهر پا به مام اوت کرده؟ بله بیبی. اونم باور کرده ها؟ علی ظاهر که شک نکرد. حالا نمیخواد نگران باشی دختر. بو این که میترسم از اون سکه‌ای که آتم بخشی کردی و لفظ قلم حرف زدی بو برده باشه که تو عیون زاده‌ای، خبر ببره برا میرشم. دختر جون اگه تو رو اینجا گیر بیارن هر دوتامونه میبندن به توپ و پت میفرسن رو هوا. حالا نمیخواد نگران باشی، اون استا کریم خودش حلال همه مشکلاته. آره میگم که پس کسی ملتفت فرارت نشد؟ هیچ کس الا گلبهار خاتون و صفی میرزا. یه دفعه بگو همه حرم سرا دیگه دختر. این بی بی الهی جز جیگر بزنه. اگه بفهمن اومدی اینجا تکلیف کور و کچلای ممدنی چی میشه؟ اگه مردم مرد بود چرا رنگم زرد بود؟ چندر غازنمت مایش که کفاف خرجمونه نمیده. یه لقمه نون پرپری من بخورم یا اکبری؟ بی بی لعبت اگه نباشه و چند زن دولتمند رو حفه نکنه دستی تو صورت آبل مرغونشون نکشه بچه زرزریاشونو تیمار نکنه کجا بار این خونه بار میشه دختر؟ خدایا شکرت. از اولادام چی بگم؟ دختر زاییدم واسه مردم، پسر زاییدم واسه رندون، خودم موندم سفیر و سرگردون. اما تا
تو نگران نباش دختر جون. کجا؟ نمیخوام بار بدبختی من وبال شما هم بشود. رفع زحمت میکنم. این چه حرفیه میزنی دختر؟ بی بی لوبر تا تو رو به جای گرم و راحتی نرسونه، راحتی بی راحتی. مگه مرحوم شازده مریم سلطون کم به گردن من حق داره؟ جای گرم و امن اون هم در این شهر واویلا و نکبت. گفتم که نمیخواد نگران باشی دختر. میگم یه کاشونه تو این شهر خراب شده سراغمه، امترین خونه دنیاست. شاه در هر خونه رو با لغت باز کنه، جد به یه تقیه آروم در اون خونه رو دقلباب نمی کنه. نگران نباش دخترم. میگم که یعنی باش، اما یه کمی به اندازه که دو سه تا کوچه رد بشی بری ها. اینا کیان اینجا کپیدن؟ بلنشی ببینم مگه اینجا دارونت همه. بلنش دیگه، برو برو گم شو. بیا بیا ای پیری، الهی بمیری کمی تونتر بیا دختر جون. گرفتار وقت ممنوع شب بشین، سر و کارمون با گزمه هایی میفته که تو سینجین از انکر و منکر شب اول قبل سختیر سرم. البته تو نمیخواد نگران باشی. در خصوص نسبت روح و جسم که از دیرباز محل مناقشه افلاطونیان و ارسطوییان بود، آیا ایزن حرکت جوهری را جاری می دانید؟ صد البته. فلواقع روح در پیدایش و ظهور محتاج زمینه جسم مادی است، اما در بقا و دوام مستقل از جسم مادی است. در اینجا هم به فراخور پذیرش نظریه حرکت جوهری سه نتیجه حاصل می شود. یکم، جهان رو به غایت کمال دارد و روح انسان نیز دارای سیر تکاملی در مسیر نقص به کمال. دویم، محتوای روح آدمی به سبب حرکت جوهری از بدو طفولیت تا انتهای عمر ثابت نمی مونه و بنابر اصل اتحاد عقل و عاقل معقول دائر بر این که هر کس همان چیزی است که می‌داند، هر چه به وسعت دانش و خرد یک فرد اضافه بشود به میزان علو طبع و کمال روحی او نیز افزوده می‌شود. و سیوم، ابطال اندیشه مرامای قائل به تناسخ چون نقطویه که گمان می‌کنند روح پس از مرگ از کالبد انسان جدا شده و به کالبد دیگری ام از انسانی و غیر انسانی وارد می شود، در حالی که روح هر انسانی ادامه حرکت طبیعی یه بدن و 100% از آن همان بدن است. فلزو معقول نیست روح فردی از آن فردی دیگر بشود، زیرا هر بدن در حرکت جوهری خود روح متناسب خود را می یابد. آنسان که هر عاشق حقیقی سرانجام معشوق حقیقیش را. بیا بیا تو. میگم این همون خونیه که عزت و حرمت صاحبش به همه کس واجبه. این وقت شب در خانه چرا بازه؟ هیچ کس به یاد نداره که در خونه شیخ الاسلام رو بسته دیده باشه. دیگه توفیق نمی کنه شب باشه یا روز باشه. حالا نمیخواد شما نگران این چیزا باشین، بیا بریم. سلام علیکم.
سلام علیکم. علیک سلام. امری داشته باشید، بنده در خدمتم. والا مطلب واجبیه که شفاهن باز خدمت خود شیخ الاسلام عرض کنیم. والا شرمنده هم، ایشون تشریف ندارن همشیره. با این وقت شبی چه معنا داره که آقای خونه بیرون باشه؟ هان خب چشم کفایت خاتون رو حتما دور دیدن هان. این وقت شبی چه معنا داره؟ شما خانوما بیرون از خونتون باشین ها؟ اکنون می رسیم به مقوله انکار حشر جسمانی در معاد از جانب فلاسفه مشائی چون ابن سینا و قاعدیت آنها به معاد روحانی که موجب تکفیرشان از جانب امام غزالی شد. در خصوص این معضله بزرگ چه نظری دارید؟ اگه بپذیریم طبیعت مادی اهم از انسانی و نباتی و حیوانی در عالم تجردات ماورای مادی دارای طبیعتی غیر مادی و اخروی و از جنس وجودات موسولینیز هست، وقت حل این معما هم آسان می شود. روح آدمی نیز در عالم عقول مجرده موسول شخصی و منحصر به خیش را دارد که کمال جاوید روح هر انسانی است و در روز حشر نه ای جسم خاکی و فانی ما که جسم اخروی و مسولی ما که یه جسم لطیف عنصری است و فضا را اشغال نم کند در معاد الهی حاضر می شود. گمان میکنم علمای معزز این مجلس با بنده هم عقیده باشند که پاسخهای مطروحه صد البته جای تأمل و تعمق بیشتر دارد، اما شاید که این استنباطها بتوانند در آتیه جوابگوی بسیاری از مشکلات و مبهمات حکمتی و فلسفی جهان اسلام باشد. کسی چه میدونه؟ شاید مشکلات و مبهمات رو دو برابر کنه. خواهش میکنم شما هم مطلبی بفرمایید. اجازه میفرمایید. بفرمایید بفرمایید. مجلس مبارک مجلسی است آقایان که عازم علما و فضلای بلاد اسلامی در آن گرد آمدند. از آنجا که نام این ملای جوان صدرالدین محمد است و اگر خدا بخواهد و نفس اماره بگذارد در آتیه نزدیک سرآمد متعلهین زمان خواهد شد، لذا از اعاظم فضلای حاضر فی المجلس تقاضا دارم اگر با پیشنهاد جناب شیخ بهایی، حضرت میر فنرسکی و این بنده حقیر در خصوص اعطای لقب صدر المتعلهین به ایشان موافقند قیام کنند. وا اصلا وا اصلا بنده از حوزه بعلبک
به تختگاه صفوی دعوت شدم و اگر به مهمانان اندلوسی جناب شیخ الاسلام بر نخورد، اظهار تأسف میکنم که چرا مقربان مجاور اندلس از فلاسفه مسلمان تنها ابن رشد اندلوسی را میشناسند که یگان قوتش این است که شارح توانای اندیشه های ارسطوست و از وجود اندیشمندان بزرگی نظیر این جوان ایرانی بیخبرند. وا اسفا، وا اسفا، بنده که قیام میکنم. یا تو قیام کردن جناب صدر المتعلهین مبارک است. ممنون مشهدی گلی. نقلی نیست دختر جان، کوزه شکسته و آبی ریخته. خانه شیخ بهایی را عین خانه پدری خودت بدان. فلحال دمی بیاسایید و بیاشامید تا ایشان تشریف بیاورند. انشاءالله گره این کلاف را یک جوری باز کنند. بیبی خانم، شما هم اگر میخواهید میتوانید تشریف ببرید. دختر اینجا میماند. انشاءالله که از طلا زرد و از نقره سفید بشید. فقط محبت کنید بیبی خانم، از بابت این مطلب با احدی صحبت نکنیم. خاطرتون جمع باشه حاج خانم، چفت دهن بیبی از ستونای مسجد شام محکم تره. حتما همینطوره. با اجازه. نگفتم دختر خوشگلم نگران نباش. دیدی؟ ممنونم. خدا رو شکر. بگیر پاموزد خطری که به جان خریدی. درسته که بیبی لوبت تنگ دسته، اما بذار واسه یه دفعم که شده کاری رو برای دلم بکنم. دختر جیون، ببینم حالا این بدله یا اصله. یا للعجب که این دختر عبرت آموز آخرالامر پدرش نشده. سلام. خدا سایه شما را از سر این شهر کم نکند. بیت شیخ الاسلام متصل شده ملجأ بی پناه. اینم از لطف خداوند است که من هم میتوانم خاصیتی داشته باشم. اما حساب کهولت سن بنده را هم بکنید بانو. یک نوبت دو کشتی از پی هم برای پیر مردی چون من نفسگیر است. حالا بگویید ببینم، کشتی اول را بردید یا باختید؟
این را دیگر باید از محمد صدر بپرسید. باختم سارا، باختم. اینا محمد صدر میگید یا صدرالمتعلهی؟ چه توفیری میونه ای دوتا؟ نظریه ی حرکت جوهری شما که میگه توفیرست. یک آدمی در تحول مستمر باشه، لاجرم صدرای آخر اون مجلس همونینی که اول مجلس بودست. وقت خوبیه برای مزا انتخاب نکردی سارا؟ مزا نمی کنم محمد، الا به اینکه اعتقاداتتان نسبت به استنباطهای جدید فلسفیت از دست داده باشی. استنباطهایی که از آزمونی مجلس امشب سربلند بیرون اومده است. مجلس امشب؟ بله آزمون دیگه هم بود. هر سوالی که اونا میکردن و هر جوابی که من میدادم، انگاری نفس امارم بیشتر من شاطه‌گری میکرد. من خدا رو تو اون مجلس از یاد برده بودم و تنها به گرفتن جواب قبولی از بنده های خدا دل خوش کرده بودم. از مکر و حیله نفس اماره که فقط با از پناه برد به خدا ولاغه. اما جناب صدرالمتعلهی، شما که واضع نظریه یه حرکت جوهری هستی، حکمان اینم میدونید در راه منزل لیلی که خطرهاست در آن، شرط اول قدمان است که مجنون باشی. گاه لازم است که آدم حتی برا غفلتاشم شکرگزار خدا باشد. چرا برای غفلتو؟ هیچ معلمی برای آدم مفیدتر از اشتباهاش نی، مشروط به این که مواظبت کنه دیگه تکرار نشد. جناب صدرالمتعلهین، خدا رحمت کند مرحوم ابوی شما را، همینطور والده محترمه. از مرحوم مادرم شنیده بودم که پدرم نسبت به شما ارادت خاصه داشته، جوری که ذهنی من هم شده حکمن روح او مرا به سمت بیت شما راه نمایی کرده. ای کاشان وقایع پیش آمد نکرده بود. حساب تقدیر از دیگر. الله اعلم. علی ای حال اینجا آسوده باش و بدان عیناً حکم دختر خود ما را داری. حالا اگر موافقی خبر بدهند عالی قاپو اینجایی تا دلواپس نباشند. اما اگر شاه بفهمد من اینجا هستم؟ حکمن شاه تا به حال خبر را شنیده و ای بسا در غضب است که نکند این عمل تو سابقه‌ای بشود برای الباقی حرم. زبانم نمیچرخد جناب شیخ الاسلام که بگویم، اما حرفت را راحت بگو دخترم. اگر جناب شیخ الاسلام مساعدت کنند، ترجیح میدهم راه کج کنم جهت نجفی اشرف تا در جوار مزار پدرم جاروکش درگاه معصومین باشم. اگر زیاده مصر این معنا باشی، بنده به هر شکلی شده امکان سفرت را فراهم میکنم. اما پیش از تصمیم نهایی کمی اندیشه کن و ببین پاپی این اقدام یحتمل چند آدم بیگناه مورد غضب شاه قرار خواهند گرفت. بسیار خوب، از حالا بی بد قیم من شما. هر کاری که میخواهید در حق من روا کنید، الا به این که به آن اندرونی اکبیر و نکبت عادت داده شد. آبغوره نگیر دختر جان،
کمی از عشقایت را هم بگذار برای وقت ناز و نیاز در خانه شوهرت. ناراحت نباش دختر جان، دنیا که به آخر نرسیده، تا هر وقت دلت بخواهد اینجا مهمان مایی. مایل بودی میتوانی در مجلس درس نسوان که از جانب عیال بنده منعقد میشود به کمالات خود اضافه کنی، و البته کاری که کردی عقبه دارد. با این وصف من هم گمان میکنم جای تو دیگر در عالی قاپو نیست. بهتر است برویم، بانوان مجلس درس را بیش از این منتظر نگذاریم. برویم دختر. پوزش میخواهم اگر انعقاد مجلس درس کمی تأخیر افتاد. البته امروز به شمار شما شاگردانم یکی دیگر نیز اضافه می شود که او نیز حکم دخت مرا دارد، امیرزاده گلرخ سلطان، خلف مرحوم خان احمد گیلانی. شاهزاده خانی، برو بنشین دخترم، برو بنشین کنار سارا بانو، عیال مکرم جناب صدرالمتعلهی. بفرمایید اینجا. بفرمایید خانوما. ممنونم. خوش اومدید. ممنونم. وصفی شوی شما را در اندرونی آلگاپی به چند نوبت شنیدم. ممنونم. قدمتون رو چشم. حضرت شیخ الاسلام اذن دخول ندهند از این نقطه قدمی فراتر نمی گذارم. ملاحظه که می فرمایید، در این خانه شبانه روز به روی جمیع بندگان خدا باز است. قدمتون روی چشم، بفرمایید. همراهان همینجا منتظر می مانند. اگر بدانید جناب ما به چه نیتی آمده ایم، حکمن متعجب می شوید. به حرمت شما، از خطای دختر که گذشتیم هیچ، آمدیم هم امروز دختر را که حالا دیگر از متعلقات درگاه شیخ الاسلام است، رسمن از شما خواستگاری کنیم. بنده گمان کردم تشریف آورده اید جهت دعوت گرفتن این پیر مرد برای جشن وصلت ولیعهد در شب آدینه. البته خطبه های اندرونی آل قاپو را که معمولا جنابان صدر الممالک یا صدارت پناه میخوانند. گفتیم شاید این بار بخت به ما رو کرده باشد. زیاده به اشتباه نرفتید جناب عاملی. حکم عقدی را فسخ کرده ایم و حکم دیگری جویون مهر کرده ایم. حالی هم مشرف شدیم تا فیل مجلس ما را که به خواستگاری دختر آمده ایم به دامادی خود قبول کن. متین و وزین فرمایش می فرمایید.
اما حالا که در نظر شما ما اختیار داره دختریم، به اقتضای شرع مبین نظر دختر رو باید جویا شویم و صد البته نظر احیال دایی را که اگر بخواهد جهیزیهی همراه دختر کند که البته متاع دنیایی نیست، درس حکمت و کمالات است که انشاءالله آب تازهی به حوزخانه آلی قاپو جریان پیدا کند. گفت ای موسا دهانم دوخت. حرمت حضرت شیخ الاسلام، عجل بین است که ایزن اصرار این فقره را مقول میکنیم به بعد و انگار میکنیم که بی جهت دختر خانه جناب ما و شما مکمل است و دختر از اون حیات به این حیات آمد. راضی شدی؟ خداوند باید از همه ما راضی باشد. بسیار خوب، بهتر است دیگر جناب ما رفع زحمت کند. رضایت نمیدم شربت و شیرین نخورده تشریف ببرید. دیر خوش میکنیم به همان شیرینی و شربتی که به آتیه حوالش داده اید. در زیم راضی هست که همه از اون بیخبرند. این لازی نفر با شما که معتمد مایید میشوید چاها مشهد که بودیم از حضرت سامن العیمه تقاضای رخصت کردیم جهت باز پس گرفتن ملحقات زمیمه شده به خاک عثمان، خاصه حالا که از حیث فنون رزم و تربیت قشون و تجهیز ادوات کارآمد شده. گرگومیش جهت صلات سحری بیدار شد که استخاره کردیم. خوبا فیلفور منجم باشی را احضار کردیم تا ساعت سعد حرکت ببینید. به محاسبه ایشون وقت سعد به صبح فردا تعلق گرفت. لیزا امروز شهرت دادیم به هوس سیر و شکار گست مازندران داریم. ما همچه عبابیل بلا خلق و ساعه باید بر سر اونا فرود بیاییم که فرصت مقاومت مستحکم نداشته باشند. قدم اول ما تبریز است. ما را دعا کنید. حضرت شیخ الاسلام عثمانی شوخی بردار نیست. بریم قبل از سفر به جهت عثمانی آخرین اخبار تختگاه را از دهان تو بشنویم. زیر سایه عدالت گستر همایونی جمعی امورات ناس به قرار و قاعده متداول است. مضاف بر این که شنیده ایم در مجلسی با حضور دانشمندان بلاد مختلف لقب صدر المتعلهین به ملا صدرای شیرازی اعطا کردند. عجب، بی اطلاع و دعوت گرفتن از جناب ما؟ از شواهد پیداست که بانی مجلس جناب میرداماد بوده است قبله عالم. این ملای شیرازی را در سفر مشهد همانقدر که فاضل دیدیم همانقدر هم گستاخ و زبان تلخ دیدیم. البته در میان شیوخ تختگاه هم مخالف کم ندارد قبله عالم. عوام چه میگویند؟ عوام دو تیرند، عده‌ای تشنه خون او هستند و عده‌ای شیفته او. از مالایانی که دود افعال و اقوال اونها ممکن است دیر یا زود به چشم حکومت صفوی برود باید ترسید میرحمد. فلیزا مایلیم در ایام سفر ما در خفا و پنهانی یک نحوی خودت مطلع منا شوی که آیا میان این مالا و ملایان زدی حکومت چون ملا خلیل قزوینی و ملا ابراهیم شوشتری قرار نسبتی برقرار هست یا خیر؟ جهت این مطلب بد نیست بیان که ردی از آلاگاری آشکار شود از عوام مخالف او کمک بگیرید. ضمناً
با داماد ما میر عبدالعظیم داروغه باشه مشورت کنید. بد نیست. خط میکنم. به روی چشم جناب همایونی. سلام قبله ایمان. در خصوص افزایش مستمری عمل جات ترم باشد برای بعد. باشد برای بعد. الهی عیسی خان بمیرد که بی موقع مدرگی. باشد برای بعد. کار دنیا تعطیل، آماده شوید با تعجیل. سلطان زمین و زمان نزول اجرار فرمودند. سلام خان بیبی. چطور از حکیم خاطر؟ خداوند سلطان و ولیعهدش عمر نوح عطا فرماید. به لطف شما من هم خوب هستم. سن نجسن گلشن خانم، کیفین یخشی دی؟ شکر الله سلطان ساغلسون. بارف کارمن خانم نو مسلمان دیگین جر کفه اینچ بسا لافم واچم وردو ورکام تکاور. شما چگونید روفیه خانم گرجستانی؟ خالخیمه تو سلطان. تی حال خوبه سه کس خانم گیلانی ها؟ تی جان قربان تی بلا میزار شکر خدا امنم خوبستم. حال شما چطور از خانم گلاباتون خاتون؟ الحمدلله زیر سایه شماییم. شما چطورین؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چون ساقا و شما گل بر خاتون که خود نیک میدانید ما چیقدر شما را میخواییم. کیف حالک حبیبی؟ نحن شاکرون یا سیدی. شکرن کثیرا از ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت شب و روز صحت و سلامت جسم و روح شما رو آرزو دارم. متصل برای ما اشفالن آیند الله باشید که جهت عظیم درمشتید. ای کفاق بیا دیدارتون عظیم سفر است. چند لحظه بیشتر وقت تفریح و بازی با شما را ندارم. ای بایش ایرای خدای ایستخان رو بکشم. پس جشن وصلت ولیعهد در شب آدینه چه می شود؟ بی حضور ما به میانداری شما هم انجام شدنی است. ما نباشیم چاشنی عشوه گربیده و دستفشانی علی حرم پرمایه تر می شود. ای شیطان الله گاه از دست پدرشاه به شدت خشمگین می شود. حشمت را متصلن ذخیره کن برای روز مقدسی. اما حالا فقط لبخند بزن. Oh!
شما قدرت. علیکه سلام. خوبه معقول سر و صابونی واس خودت گرفتی و دیگه یه پا شدی صاحب اجره. ما رو باش که پی ردت رفته بودیم دکه میکایی. کلی وقت میشه دیگه اون طرف ها پلاس نیستن. خدا شانس بده بچه ها. اگه ما هم یه بابایی مثل بابای تو داشتیم این دوتا رو کفن کردی ها، حالا دیگه غم و غصه ای نداشتیم. یه چیز دیگه ای وجودی آدم باز درست باشد شوکت، و الا خر که خر شد چه فایده اگه جول و پلاسش هم از طلا باشه. خوبه هنوزم همون لوتی قدرت حاضر جواب سابقی، منتها هنوز نمیدونم اون زور و بازوی قدیم و داری یا نداری لوتی. اونا که خدایستیش آدمی زحمت کشی نگیره، میبینی که انداختم شاسه کار حلا. یه ریختی حرف میزنی که انگار یک اومده آب توبه سرت ریخته لوتی. آبی توبه رو که چرز کنم، اما اوستا کریم یه طوری زد پس کلم تا حالیم شد دنیا دست کیست. ما بگه اینجوری هست که خیلی خوبه، راستیاتش ما را هم همین ریخت ترس از خدا کشونده اینجا. بینم تو باید مولا محمد صدر رو بشنسی لوتی. خب گیریم که بشنسم که چی؟ همین دیگه، یه مولای کسفکریه که تو خفا پنون علیه شاه مملکت یه غلط هایی میکنه، جوری که از عالم و جاهل بگیر تا لوتی و نالوتی همه ازش به قیزن. وقتی شریدم یه وقتی یه نیشتر کاریم به قلب لوتی قدرت زده دیگه خون قرید جلوی جفت چشامو گرفت. باورت نمیشه؟ از اینا بپرس. نه بچه ها این مطلبو میگه لوتی. به زور التماس کشگارش شدیم نره سراغ طرف. اما چی؟ دلم رضا نمیداد آروم بشینم، گفتم خونم و خونش کاردم و جونش. حالا اومدید سراغ من که چی؟ دکی ای والا لوتی، تو کل همه جماعت شهر که از این مولای کافر به جوشن، اگه یه نفر باشه که دو جوشه اون یه نفر باید تو باشه. فکر کردی حاجیت یادش رفته چه تلخواب عذابی تو حلقومت ریم؟ اولندش او فقره دیگه واسه قدره تموم شده، یه بادی بود که از هوا و هوس تو سرم افتاده بود و شکر خدا زودم پرید. نرسانی اصحاب کفر و ایمان ملا هم با اوستا کریمه، خیلی بخواد مسئله ساز باشد با چهار تا فقیه مجتهدی جامع و شرایط است. حالا این وسط حرف اصحاب شما چیه؟ هیچی، گفتیم که تو این قاعده اگه دل به دل ما بدی شاید از این پشت یک کلاهی هم نصیب تو بشه. میدونم هنوز خاطر دختره رو میخواد، داخل طرف که بیاد راه تو هم هموار میشه، به شرط این که دم و دود اهل قشقرق رو دید. حالی تکه یا بوی پیشاهنگ آخرش توبر کش میشه چوکه. به شطور گفتم بگو الف، نگو. گفتن چرا نمیگو؟ گفت آخه اگه بگم الف بعدشم باید بگم ب. حالا تا نزدم دک و پوزتو از ریخت ننداختم گورتو وردارو از اینجا ببر هری. نفهمیدم طرف چی فرمایشات کرد آقا شوکر. حفشا چشم
دعوا که نداریم لوتی، چیزی که تو این شهر زیاده آدم غیرتمند و دلسوزه. بریم سراغ اونا. زد زیاد شوکه. یادت باشه دا از مردی تا نامردی فقط یه قدم است.